سرخط مهمترین خبرها. میزبانی ترکیه از یک نشست سه جانبه میان افغانستان، ترکیه و پاکستان تا سه ماه دیگر در مورد صلح افغانستان. تأکید معاون وزارت خارجه ایران بر اصل رهبری و مالکیت حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح. و نگرانی های حکومت محلی ولایت سرپل از نرسیدن نیروی کمکی برای رفع تهدیدات طالبان مسلح. سلام، به خبر 6 از نگاه خوش آمدید. امروز شنبه 15 جدی 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 5 جنوری سال 2019 میلادی. مشروع خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید استانبول در بهار سال آینده میزبان نشست سه جانبه درباره صلح افغانستان خواهد بود. وی در کنفرانس مشترک خبری با عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت اجلاس سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ترکیه در ارتباط به وضعیت کنونی افغانستان خیلی مهم است. رئیس جمهور ترکیه افزود ممکن است این نشست در 31 ماه مارچ برگزار شود. وی ابراز اطمینان می کند که نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ترکیه در حل بسیاری مسائل کمک کند. صدر اعظم پاکستان در این کنفرانس خبری مشترک گفت افغانها از جنگ جاری در این کشور رنج برده و به صلح سخت نیاز دارند. عمران خان ابراز امیدواری کرد که اجلاس سه جانبه در شهر استانبول ترکیه بتواند افغانها را در رسیدن به صلح کمک کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور امروز با عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای میگوید در این دیدار که در ارگ برگزار شد، هر دو جانب در رابطه با اهمیت مناسبات همه جانبه دولت با دولت، پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها و چگونگی استفاده بهتر از بندر چابهار بحث و تبادل نظر کردند. معاون وزارت خارجه ایران در رابطه با دیدار اخیر مقامات ایرانی با طالبان به رئیس جمهور غنی گزارش داد و از تعهد دولت کشورش به اصل رهبری و مالکیت حکومت افغانستان در تداوم پروسه صلح اطمینان داد. خبرنامه می افزاید که همچنان در این دیدار تأکید گردید که در تمام ابعاد با هماهنگی بیشتر کار صورت گیرد تا نتیجه مؤثر به دنبال داشته باشد. ولسی جرگه از صحبت‌های اخیر رئیس جمهور امریکا در مورد جنگ افغانستان انتقاد کرد. اعضای این مجلس ضمن حمایت از موضع‌گیری حکومت در این زمینه تأکید کردند که ایالات متحده امریکا در کنار حمایت از دولت افغانستان اهداف ملی خود را نیز در این مدت تعقیب کرده است. با باور آنان در صورت خروج نیروهای آمریکایی از کشور، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان توانایی سرکوب هراس افغانان را دارند. در این حال اعضای ولسی جرگه خواهان معرفی سرپرست وزرای دفاع ملی و داخله از سوی حکومت به این مجلس جهت اخذ رأی اعتماد پیش از رفتن آنان به تعطیلات زمستانی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهاراتش در مورد افغانستان از دستاوردها و وضعیت کنونی جنگ در افغانستان انتقاد کرده است. بخش‌های از صحبت‌های آقای ترامپ به ویژه در مورد جهاد افغانستان و اینکه گویا آمریکا به ناچار در افغانستان حضور دارد، واکنش‌هایی را در داخل کشور به دنبال داشته که یکی از این واکنش‌ها از سوی ولسی جرگه بوده است. اعضای ولسی جرگه از موضع گیری ارگ ریاست جمهوری در مورد این اظهارات ترامپ حمایت کرده، از دولت امریکا خواهان وضاحت در مورد این صحبت ها شدند.
دغه کوم خبري چې درخله راوتلې د امریکا حکومت کې د امریکایان دی په دې اختلاف باندې د افغانستان خلکو ته وضاحت ورکي که دوی وضاحت نشي ورکولای نو دا په دې معنا باندې لري لکه روسان چې ارغل کړي وو دوی هم داسې د خپل هیڅ مشروعیت دی خپل راتلو ته نشي ورکولای لار نشي پیدا کوي هغه دریز چې د افغانستان جهاد دروسان په مقابل کې شوه و د یو برحق او د افغانستان د خلکو حق ګڼل و ولسی جرګه د دې ملاتړ کوي او همدارنګه د دې غوښتنه چې د امریکا رئیس جمهور یا د دې نمائندگان دی په دې اړه باندې وضاحت ورکړي اعضای ولسی جرگه می افزایند ایالات متحده ای امریکا در کنار حمایت از دولت افغانستان اهداف ملی خود را نیز در این مدت تعقیب کرده است و باور آنان در صورت خروج نیروهای امریکایی از کشور نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان توانایی سرکوب هراس افغانان را دارند از سوی هم نمایندگان این مجلس با انتقاد از سیاست ضعیف خارجی کشور میگویند حکومت باید در روابطش با کشورهای همسایه و جهان اجازه ندهد کشورها از موضع قدرت با افغانستان وارد بحث شوند په دې وسنۍ شرایطو کې یو طرف ته موږ همسایګانو سره روابط ډیر کمزوري دي خارجي سیاست زموږ صفر دی بل طرف ته داخلي مشکلات په افغانستان کې د قومونو په منځ کې د مذهبونو په منځ کې ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي کشورهای خارجي به خاطر منافع خود بازی هایی را که در منطقه به نام آدرس جنگ با تروریسم در 18 سال مردم ما را به بدبختی رساندن معاشرت و اخلاق فساد اداری و رشوت در افغانستان رایج ساختن و امروز میرن دیگه دستاورد ما از موجودیت قوای ناتو و امریکا در وطن نداشتیم در این حال اعضای ولسی جرگه از حکومت خواستند تا سرپرست وزرای دفاع ملی و داخله را جهت گرفتن رای اعتماد پیش از رفتن وکلا بر رخصتی زمستانی معرفی نمایند ارگانهای امنیتی وزرایی که به حیث سرپرست در ارگانهای امنیتی آمدند اینا از لحاظ اصول باید متعهد و قانونمند وظیفه خود انجام بدهند قانونمند اینا در صورت می باشند که تمام اصول قانونی که برای تایید یک وزیر در قانون اساسی پیش بینی شده اونا باید طی مراحل شوند و بر اساس قانون اساسی وزیر توسط رئیس جمهور معرفی میشه توسط پارلمان افغانستان تایید میشه تا زمانی که توسط پارلمان تایید نشده این وزرا از لحاظ قانونی امو جایگاه و صلابت قانونی را نمی داشته باشه چې هغه وزیر صاحبان چې سرپرست دي او نامزاد وزیران دي یا اسناد ولسی جرګې ته راغلي که نه دي راغلي که راغلي درسته ده دارالانشا باید مربوطه کمیسیون ته وظیفه ورکړي هغه وزیران چې معرفي شوي دي او اسناد یې را رسېدلي دي هغه اسناد باید ورباندې کار وشي این در حال است که بعد تازگی وزرای پیشین دفاع ملی و داخله از سوی ریاست جمهوری سبکدوش و اسدالله خالد و امرالله صالح به جای آنان تعیین شده است اما هنوز این سرپرست وزیران برای اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی نشدند. کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز روند بازشماری و تفتیش آرای حدود 300 محل رایدهی حوزه کابل خبر می‌دهد. معاون سخنگوی این کمیسیون می‌گوید در این محلات موارد تقلب و خلاف ورزی وجود داشته و آنان سعی می‌کنند تا آرای پاک را از ناپاک جدا سازند. با گفته وی این بازشماری در حضور نماینده کمیسیون شکایت انتخاباتی نهادهای ناظر انتخابات و ناظران کاندیدان صورت می‌گیرد. معاون مسئولان این کمیسیون همچنان می‌افزایند که پس از بازشماری آرای این 300 محل و انجام بررسی‌های لازم در این زمینه نتایج ابتدایی انتخابات حوزه کابل و حوزه کوچه ها نیز مشخص خواهد شد. حکومت محلی سرپل از نرسیدن نیروی کمکی به این ولایت و ادامه تهدیدها از سوی طالبان ابراز نگرانی می‌کند. سخنگوی والی سرپل می‌گوید طالبان تهدیدهای جدی را متوجه چاه‌های نفت در نزدیکی شهر سرپل ساختند اما هنوز نیروهای کمکی از مرکز به این ولایت نرسیدند. اما مسئولان در وزارت داخله میگویند نیروهای کمکی به این ولایت اعزام شده و وضعیت همکنون تحت کنترل نیروهای امنیتی کشور قرار دارد.
چند روز از حمله طالبان مسلح بالای نقاط از ولایت سرپل می‌گذرد، اما به گفته حکومت محلی این ولایت هنوز نیروهای کمکی برای سرکوب این حملات به ساحه نرسیدند. سخنگوی والی سرپل می‌گوید طالبان بالای مناطق از سرپل از جمله ولسوالی‌های صیاد، سوزمه‌قلعه و سنگچارک حمله کردند که هدف اصلی آنان تصرف چاه‌های نفت این ولایت می‌باشد. او میگوید با اینکه وعده ها برای اعزام نیروهای کمکی داده شده، اما هنوز این نیروها به این ولایت نرسیده و در صورت تداوم این بی‌پروایی شماری از مناطق ولایت سرپل شامل چاه‌های نفت این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط خواهد کرد. وزارت امور داخله اما اوضاع را به گونه دیگر جلوه می‌دهد. معاون سخنگوی این وزارت می‌گوید نیروهای کمکی تازه نفس به ساحه اعزام شده و فعلا وضعیت در ولایت سرپل در کنترل نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قرار دارد. نیروهای تازه نفس هم از نیروهای امنیتی و دفاعی برای ولایت سرپل اعزام شده، در اوج وضعیت بر فعلا تحت کنترل مطلق نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قرار دارد. از سوی هم وزارت داخله میگوید در بعضی ولسوالی های سرپل که تهدیدها وجود دارد، پلان های تازه امنیتی روی دست گرفته شده که با عملی شدن آن تمام نگرانی های امنیتی برطرف خواهد شد. تحرکات دشمن که در چند ساحه در اوج می رود، در بخشام پلان های اپراتیفی و عملیاتی علیه دشمن های مردم افغانستان انجام میشه و دو سه مورد هم شب گذشته یک چند مورد بود که در اوج عملیات صورت گرفت که نتایج خوبی داشت و دشمن در اوج تلفات سنگینی داشت. این در حالی است که در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولایت سرپل به نیروهای امنیتی تلفات سنگین وارد شده است. به گفته وزارت امور داخله طالبان نیز در این درگیری ها متحمل تلفات سنگین شده اند. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی تأکید می‌کند که با تشخیص مناطق آسیب پذیر می‌توان از زیان‌های حوادث طبیعی جلوگیری کرد. وی گفت که شناسایی مناطق آسیب پذیر، عدم ساخت تانک‌های تل در مناطق رهایشی و رعایت مقررات ایمنی در منازل مسکونی و دیگر ساختمان‌ها از جمله مواردی است که از زیان‌های ناشی از حوادث طبیعی جلوگیری می کند. از سوی هم مسئولان اداره محافظت از محیط زیست می گویند که با توجه به تغییر اقلیم احتمال افزایش چند برابری حوادث طبیعی در کشور وجود دارد که باید تدابیر برای آن سنجیده شود. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی روز شنبه ورکشاپ دو روزه آگاهی دهی در مورد کاهش آسیب پذیری در برابر حوادث طبیعی را در کابل برگزار کرد. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در این ورکشاپ تاکید کرد با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ها جلوی افزایش زیان‌های حوادث طبیعی گرفته می‌شود. به گفته وی با تشخیص مناطق آسیب پذیر می توان از زیان‌های حوادث طبیعی جلوگیری کرد. رانش زمین در کجا، زلزله در کجا، سیلاب در کجا، برفکوش در کجا، خشکسالی در کدام مناطق، بعد از او دیج به اصطلاح مشخص شود که اماکن آسیب پذیر چی است، مناطق مسکونی است، شهر است، مکتب است، پل است، سرک است، راه است، مسجد است، قریه است، جمعیت آسیب پذیر چقدر است. بنابراین دینی قسمت اگر فردا وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث با اشاره به آتش سوزی های اخیر در کابل و ننگرهار گفت اعمار تانک های تل در مناطق رهایشی بسیار خطرناک است و باید از آن جلوگیری شود. او افزود که برای رؤسای تمام ولایات گفته شده تا نقشه مناطق آسیب پذیر ولایاتشان را تدوین کنند. باید نقشه آسیب پذیری ولایت خود در برابر حوادث طبیعی به عنوان یکی از مکلفیت ها و مسئولیت هاش باید تدوین بکنه. دقیق بر ما باید بگوید که در فصل زمستان برفکوچ و سیلاب در کدام قریه، در کدام ولسوالی، در کدام منطقه به وقوع می پیوند.
از سوی هم معین اداره محافظت از محیط زیست در این نشست گفت که با توجه به تغییر اقلیم احتمال افزایش چند برابر حوادث طبیعی وجود دارد که باید تدابیری برای آن سنجیده شود. در ماه اکتبر 2018 که 4 روز پیش بود 2018 ختم شد. در اکتبر گزارش نشر شد. جهان تکان داد. تغییر اقلیم تا به حال صرف 5-6 سال 10 سال پیش تنها متخصصین میفهمید که چی گپ است در این بالای آسمان ما. اما حال دیگه از او وضعیت شما برآمدین. افغانستان از جمله کشورهای آسیب پذیر ناشی از حوادث طبیعی است که سالانه ده ها تن از اثر زلزله، لغزش کوه، جاری شدن سیلاب ها، برف کوچ ها و آتش سوزی ها کشته و زخمی می شوند و همچنان خسارات هنگفت مالی را متقبل می شود. اداره مخابرات ولایت هرات از تخریب شدن آنتن‌های مخابراتی توسط هراس افغانان در این ولایت ابراز نگرانی می‌کند. مسئولان اداره مخابرات ولایت هرات با بیان این مطلب می‌گوید که در سال گذشته طالبان چندین آنتن مخابراتی را از بین بردند و حکومت محلی هرات برای جلوگیری از این مشکل از طرف شب برخی آنتن‌های مخابراتی را قطع می‌کند که این امر باعث ایجاد مشکلات عدیده برای شهروندان هرات شده است. با این حال اداره محلی هرات میگوید که این موضوع را با مقامات مرکزی در میان گذاشته و در تلاش یافتن یک راه حل مناسب برای این مشکل میباشد. قطع و وصل شدن آنتن‌های مخابراتی از طرف شب هنوز هم مشکل است که باشندگان ولسوالی‌های اوبه، گلران، کشک کهنه، چشت شریف و شندن ولایت هرات با آن روبرو هستند. مسئولان اداره مخابرات هرات می گویند که طالبان آنتن‌های مخابراتی را در سال گذشته 4 بار در ولسوالی‌های غوریان، رباط‌سنگی و شندند مورد هدف قرار دادند. شبکه مخابراتی قبلا در 12 ولسوالی قطع می شد. تهدید در ولایت‌های همجوار باعث شده که این شبکه این سیستم به اصطلاح دوچار مشکل بسازه. با این حال مسئولان اداره محلی هرات میپذیرند که آنتن‌های مخابراتی از سوی هراس افغانان تهدید به تخریب میشود و به همین دلیل آنتن‌های مخابراتی از طرف شب قطع میگردد. سخنگوی اداره محلی هرات میگوید که این موضوع را با مقامات مرکزی در میان گذاشتند و در تلاش چاره‌جویی برای این موضوع هستند. هم آمادگی بخشای امنیتی به خاطر تامین امنیتی شبکه اعلام کرده و در این سمت ایران واضح ساخته که در ولسوالی امنیت وجود داره، سیستم حکومتداری وجود داره، نیروهای امنیتی هستن، سیستم عدل قضایی وجود دارن، کسانی که تهدید کنند حاضر هستن که اینا را به پیگرد بگیرند. موضوع قطع و وصل شدن آنتن‌های مخابراتی در ولسوالی های هرات حرف تازه‌ای نیست. بارها مسئولان اداره مخابرات این ولایت تاکید بر بهتر شدن وضعیت امنیتی این ولسوالی ها داشتند، اما ظاهرا حکومت به این قضیه کمتر توجه کرده است. ریاست امنیت ملی از انجام یک عملیات هدفمند بالای زندان گروه طالبان در ولایت هلمند خبر می‌دهد. این ریاست با نشر خبرنامه می‌گوید در یک عملیات هدفمند که بالای یک باب زندان گروه طالبان مربوط به ملا جبار به اسم مستعار شجاع در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند راه اندازی شد، 12 تن افراد ملکی از بند هراس افغانان آزاد شدند. در این عملیات مقدار مهمات و تجهیزات مخالفان مسلح دولت نیز به دست نیروهای امنیتی کشور افتاده است. شاهرای سالنگ از روز گذشته به این سو بروی موترهای باربری باز شده است. مقامهای مسئول میگویند این اقدام به دنبال برفباری سنگین و برای جلوگیری از رویدادهای ترافیکی در این مسیر صورت گرفته است. به گفته آنان در این شاهرا حدود 70 سانتی متر برف باریده است. مقامهای مسئول میگویند شاهرای سالنگ بجز از موترهای تیلری بروی دیگر موترها باز است. گزارش نرخ ارز و وضعیت آب و هوا. یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 45 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 50 پول، یک یورو 85 افغانی و 90 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 50 پول.
1 ریال سعودی 20 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 50 پول، 1000 روپای هندی 1070 افغانی و 1000 روپای پاکستانی 538 افغانی. این هم چند خبر از خارج کشور. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که جیمز جعفری، دیپلمات کهنه‌کار با سمت نماینده ویژه ایالات متحده در ائتلاف جهانی علیه گروه داعش منصوب شده است. آقای جعفری نماینده کنونی آمریکا در امور سوریه است که با حفظ این سمت عهده‌دار نمایندگی کشورش در ائتلاف جهانی علیه داعش خواهد شد. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار اطلاعیه در وبسایت این وزارتخانه عنوان کرد که مأموریت جیمز جعفری به عنوان نماینده ویژه آمریکا در ائتلاف جهانی برای شکست داعش از روز جمعه کارش را آغاز کرد. به گفته وی، جیمز جعفری مسئولیت روابط وزارت خارجه آمریکا با ائتلاف جهانی علیه داعش و هماهنگی ها جهت اجرای فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را هم بر عهده دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در خصوص هماهنگی ارتش‌های دو کشور در مورد عملیات اسرائیل در سوریه بعد از خروج نظامیان آمریکایی از سوریه رایزنی کردند. رسانه‌های روسیه اعلام کردند که این گفتگوی تلفنی با درخواست نخست وزیر اسرائیل انجام شد که در آن مناسبات دو جانبه اسرائیل و روسیه نیز مطرح شد. دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز گفته است که دو رهبر بر سر هماهنگی امنیتی میان ارتش‌های دو کشور در ارتباط با وضعیت سوریه و تحولات اخیر هم نظر بودند. بیانیه اسرائیل افزوده که بنیامین نتانیاهو به آقای پوتین گفته که کشورش مصمم است مانع از تثبیت نظامی ایران در سوریه شود. رئیس جمهور تایوان از کشورهای جهان خواسته است که با حمایت بین‌المللی از تایوان به آن برای مواجهه با چین کمک کند. رئیس جمهور تایوان این مسئله را پس از آن مطرح کرد که شی جین پینگ رئیس جمهور چین بر موضع کشورش درباره پیوستن تایوان به چین تاکید کرد و گفت چین در این خصوص حق استفاده از زور را برای خود محفوظ می‌داند. تاسوینگ رئیس جمهور تایوان با اشاره به اظهارات رئیس جمهور چین گفت امیدوارد که جامعه بین‌المللی این مسئله را جدی بگیرد و با اعلام حمایت به این کشور کمک کند. با بقدرت رسیدن کمونیست‌ها در چین و گریختن اعضای دولت ملی‌گرا به تایوان، این جزیره از سال 1949 عملاً از چین استقلال یافته، اما از آنجا که چین همچنان آن را تحت حاکمیت خود می‌داند، کشورهای معدود با تایوان روابط دیپلماتیک سیاسی دارند. در اثر یک تیراندازی در کالیفرنیا آمریکا 3 تن کشته شده و 4 تن دیگر زخم برداشتند. این تیراندازی شب گذشته در تورانس شهر 32 کیلومتری لس آنجلس واقع در ایالت کالیفرنیا آمریکا 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پلیس آمریکا با انتشار این خبر از توییتر از شهروندانش خواست تا از محل تیراندازی دور بمانند. تیراندازی در محل صورت گرفته است که شهروندان این کشور برای تفریح و بازی به آنجا می رفتند. پلیس آمریکا در جستجوی مظنونان این تیراندازی است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر بر خواسته های خود برای ساخت دیوار مرزی در جنوب آمریکا تاکید کرد و به دموکرات ها هشدار داد که تعطیلی بخشی از دولت می تواند سالها به طول بیانجامد. رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری که در کاخ سفید برگزار شد گفت که این کشور به خاطر امنیت آمریکا اعلام وضعیت اضطراری ملی کند. آقای ترامپ روز جمعه برای دومین بار طی یک هفته دیدار با رهبران کنگره داشت، اما تا اینجا نشانه ای از دستیابی به توافق با دموکرات ها برای تأمین بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیکو دیده نمی شود. نانسی پلوسی رئیس جدید مجلس نمایندگان آمریکا که چهره دموکرات محسوب می شود عنوان کرده که در صدد تصویب طرح برای تأمین بودجه ادارات دولتی است که در پی بنبست سیاسی در واشنگتن به تعطیلی کشیده شدند. آقای ترامپ در ادامه اظهارات خود هشدار داد که مرزهای آمریکا در خطر است و فاجعه سنگینی آن را تهدید می کند. بیننده های عزیز، این با سرویس خبری این ساعت که تقدیم حضور شما کردید سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر، خدا نگهدار.